اخذ مالیه از کسبکاران و دکانداران 1% کاهش یافته، مسئولان وزارت مالیه میگویند. طبق هدایت و تصویب کابینه امارت اسلامی، این تصمیم برای ایجاد سهولت‌های لازم در روند اخذ مالیات برای متشبثین کوچک به میان آمده. به باور شمار از آگاهان، پشتیبانی حکومت از تشبثات کوچک و متوسط زمینه اشتغالزایی را بیشتر نموده و باعث ایجاد یک حرکت در بازار می شود. بشیر احمد شیرزاد گزارش می دهد. کاهش 1% در روند اخذ مالیات از کسبکاران و دکانداران. طبق بند 11 مصوبه شماره 9 کابینه امارت اسلامی، به نهادهای امور تجارتی و ویژه وزارت مالیه هدایت داده تا سهولت‌هایی را به بازرگانان، صنعتکاران و سرمایه‌گذاران ایجاد کند. اکنون وزارت مالیه میگوید که این وزارت بنابر این هدایت کاهش اخذ مالیه از تشبثات کوچک را به شورای وزیران پیشنهاد کرده است. شورای وزیران هم برای تشویق و انگیزه کار به کسبکاران و دکانداران روند اخذ مالیات را از 1.5% به 0.5% کاهش داده است. ده کمخت فقط یوازی په مالیه که نداره غلی، بلکه ده جرائم و او د باقیاتو په تحصیل کې هم خصوصی تخفیف راغلی دی، چې دغه تخفیفونه او د مالیاتو د نور کموالی به زموږ د اقتصاد د لا پیاوړتیا او پرمختګ سبب وګرځي. رزق حلال د ګټلو لپاره به لارې اسانه سي او خلک به رزق حلال ګټلو ته مخه کړي. شماری از آگاهان به این باورند که پشتیبانی حکومت از تشبثات کوچک و متوسط می تواند زمینه اشتغال زایی را بیشتر نموده و سبب ایجاد یک حرکت در بازار شود. کی باعث زیمه شک هر قدر بیشتر سیاست های مایوی حکومت در قبال متشبثات کوچک و متوسط بیشتر شود، به اون پیمانه می تواند جایگاه کار و اشتغال را به مردم مهیا بسازد و از طرف هم بتونه در قسمت کاهش کالها خیلی مؤثر و مهمت واقع شود. سیاست های حمایتی مالی حکومت قطعا میتونه که در جهت رشد، حمایت و انکشاف کمی تشبثات کوچک و متوسط در کشور مؤثر واقع شود و با حمایت تشبثات کوچک و متوسط با سیاست های مالی و پولی ما میتونیم که در دامنه از این تشبثات جای کاروبار بسیار وسیع به مردم خود ایجاد کنیم. برخی دیگر از آگاهان اما با کاهش مالیه نگران بلند رفتن قیمت ها در بازارها هستند و از حکومت می خواهند تا با کاهش مالیه برای زدودن فقر قیمت ها را همچنان کنترل نموده و کاهش دهند. این امر باعث تشویق مردم در کار و انگیزه های کار و ایجاد یک نوع انگیزه ها برای زدودن فقر صورت میگیره و قیمت ها را باید پایین بیاره. این حال من وقتی که مالیه پایین آمد، یک نوع کنترل باید صورت بگیره تا مطابق با نمو پایین آمدن مالیه قیمت ها را تا اندازه کاهش بتنده. ای تو نشه که هم مالیه پایین بیاره بازم قیمت ها بلند بره و هم در قد مفاد زیاد شود برای دیگرها و در حقیقت بازم فقر موجود شود. شماری از کسبکاران و دکانداران هم از این اقدام امارت اسلامی برای پشتیبانی از آنان استقبال میکنند. خرسند هستیم، استقبال میکنیم با امید از این که این فرمانی که داده عموما تطبیق شده گفت بسیار خوب است. از این که از 1.5% در 0.5% آمده، این به نفع همه مردم ما شماست، چون فعلا میفهمیم ما شما که در وطن ما نرخ و نوان به حد زیاد بالا رفته. علت های اساسی از این مالیات هست و بعض از امیز که گمرکات چیزا بالاست، بالای اجناس و تاثیرات خود سر مواد ارتزاقی میاره. تاثیر خام آقا سر کاروبار ما داشته باشه، مالیه زیاد باشه ما پوره کردن نمیتونیم، کرای دکان است دیگه مصارف. به گفته مسئولان وزارت مالیه، آنان در نشست های با نمایندگان بازرگانان، صنعتکاران، سرمایه گذاران، کسبکاران و دکانداران برای توسعه اقتصادی، رسیدن کشور به خودکفایی و زدودن فقر و بیکاری در وضعیت کنونی دست به این اقدام زدند.